بعد از اینکه پادکستتان را منتشر کردید، وقت آن است که مطمئن شوید مردم می توانند به آنها گوش دهند. یکی از مهمترین جاهایی که باید پادکستتان را روی آن منتشر کنید، اپلیکیشن پادکست اپل و آیتیونز است. با اینکه ممکن است در ابتدا دشوار به نظر بیاید، کار با آن واقعا ساده است و نکته جالب توجه این است که اپل نسبتاً سریع به درخواست‌هایتان جواب می‌دهد. این لینک را دنبال کنید و با استفاده از شناسه کاربریتان نزد اپل وارد شوید. اگر شناسه کاربری اپل ندارید، با استفاده از این یکی لینک یک شناسه کاربری ایجاد کنید. بعد از اینکه مشخصات خود را وارد کردید، در گوشه بالا سمت چپ صفحه یک علامت به اضافه می‌بینید. روی آن کلیک کنید تا پنجره‌ای باز شود که از شما فید RSS پادکستتان را می‌پرسد. فید مربوطه را از ساوندکلاود بردارید و روی گزینه ولیدیت کلیک کنید. بعد از اینکه انتخابتان تایید شد، می توانید برنامه‌تان را برای بررسی ارائه کنید. ایمیلی از اپل دریافت می‌کنید که در آن کل فرایند توضیح داده شده و ذکر شده که پاسخ اصلی چند روز طول خواهد کشید. شخصاً هیچ وقت ایمیلی دریافت نکردم که در آن پذیرفته شدن پادکست تایید شده باشد. اما وقتی بعد از چند روز در آیتیون ظاهر شد، غافلگیر و خوشحال شدم. یکی از ترفندهایی که برای راه انداختن پادکست یاد گرفتیم، ارائه تیزری کوتاه از آن بود. با این هدف که در آیتیونز و همه جاهای دیگر باز کنیم. تا وقتی اولین قسمت پادکست ما را منتشر می کنیم، از قبل در همه وبسایت های عمده حضور داشته باشیم. وبسایت های دیگری که باید برای حضور در آنها درخواست بدهید، عبارتند از گوگل پلی، تونین و استیچر. وبسایت های داونکست، پاکت کست، اوورکست، ایکست به محض این اپل شما را بپذیرد، به طور خودکار برنامه تان را در فهرست قرار می دهد. در این بین تونین می تواند مهم باشد، زیرا تحت مالکیت آمازون است و در نتیجه پادکستتان به کمک آمازون اکو در الکسا قابل دسترسی خواهد بود. بسته به مخاطبانتان، ممکن است وبسایت‌های دیگری نیز باشند که باید برنامه‌هایتان را به آنها نیز ارائه کنید.